سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان جذاب میخونم امشب میخوام داستان زیبای گلنار و درویش هیلگر رو برای شما بخونم قبل از شنیدن این داستان زیبا فراموش نکنید که همین اول ویدئو رو لایک کنید نظرتون رو حتما برام کامنت کنید و اگر میخواین از داستانهای زیبای ما جانمونید فراموش نکنید که زنگوله پیج دو هم روشن کنید بریم تا با همین داستان جذاب رو بشنویم یکی بود یکی نبود یه پادشاهی بود در زمان قدیم سلطنت او در شهر خراسون بود خیلی سلطان عادل و رحم بود با رعیت یه تاجری بود در اون شهر خیلی متمول که دارایی اون حساب نداشت تجارت اندرون سلطانم هواش با اون تاجر بود. این تاجر ماهی یک مرتبه پیش سلطان می رفت. گاهی از اوقات اگه دونه های خوبی گیرش می اومد برای شاه پیشکش می بود. شاه هم به این خیلی التفات می کرد. می گفت تو رفیق منی. هر وقت به شاه وارد می شد شاه اونو زیر دست خودش قرار میداد. زد و این مرد تاجر مریض شد. مرد تاجر که مریض شد یه وسیعت نامه نوشت برای شاه اول که ای پدر رعیت خداوند روی زمین دو یامه دوست عزیز سه یامه برادر مهربان من یه دختر دارم این دختر اول به خدا دوم به شما با این دارایی واگذار می کنم این نوشت داد به شاه شاه وقتی که اینو خوند فوری وزیر دست راستش و فرستاد به ایادتش وزیر آمد به ایادت تاجر وقتی که آمد تاجر به حال احتظار بود چشمشو وا کرد به وزیر نگاه کرد و گفت به شاه بگو جان تو و جان بچه من همون آن جان رو به جان آفرین تسلیم کرد وزیران فوری بدون معطلی بنا کرد کار صورت دادن خبر دادن به شاه که فلان تاجر مرحوم شد شاه فوری فرستاد عقب دخترش دختر رو آوردن خدمت شاه دختر وارد شد و تعظیم کرد و آداب سلطنتی رو به جا آورد ایستاد جلوی شاه شاه اون رو صدا کرد نشون پهلوی خودش گفت ای دختر هیچ غم نخور این جایی که تو رو نشوندم همون جایی است که پدرت همیشه می نشست. من برای تو همون پدر هستم هیچ توفیری نداره دلت میخواد برو در اندرون خودم اینجا باش دلت میخوا در خانه خودت باشی برای تو هیچ توفیری نمیکنه که پدرت زنده است یا مرده برو به کمال قشنگی زندگی کن دختر گفت بسیار خوب خدا سایه شما رو از سر من کم نکنه اجازه بدید اینجا باشم من خانزاد این آستانم شاه مرخصش کرد گفت فرزند هفته یک مرتبه پیش من بیا سابق پدرت ماهی یک مرتبه می اومد. تو حالا هفته یک بار بیا که من از حال تو همیشه مسبوق و با اطلاع باشم. گلنار خیلی خوشحال شد. اجازه مرخصی گرفت و آمد به خانی خودش. هفته یک روز مرتب می رفت پهلوی شاه. یک روز از این هفته ای که داشت می رفت دید شاه داره میاد بیرون. دختر آمد جلو و سلام کرد. شاه گفت فرزند کجا میری؟ به خاک افتاد عرض کرد خدمت پدر بزرگوارم شاه از حرف زدن این دختر خیلی خوشش آمد فرمود ای گلنار میخوام برم به پیشوای خودم اگر تو هم میل زیارت اون رو داری بیا دختر گفت خدمت میرسم اما این کی باشه که پیشوای شماست گفت گلنار این درویشی است که هزار مرید داره کسی از که اگر پر حرف بزنی از ایسا هم بالاتره. خبر به درویش دادن که شاه داره میاد. وقتی که وارد شدن بر درویش دختر دید هزار مرید دورش نشستند. درویش رو کرد به شاه و گفت این دختر کیست که با خودتون آوردین؟ شاه معرفی کرد دختر رو. گفت این دختر فلان تاجره که پدرش با من مثل برادر بوده. الان این دختر مثل دختر منه. درویش گفت بسیار خوب. گفت خدا رحمت کنه پدرشو. دختر گفت قربانت گردم. اگر اجازه بدی این بیاد منزل من که از قدمش خونه منم تبرک بشه. شاه اجازه داد. به درویش گفت اگر میل داشته باشی بیا خونه این دختر یه شام و یه نهار. درویش گفت محض خاطر سلطان یه شام میام. دختر آمد از امروز تهیه گرفت برای اون شب درویش. دیگه هرچی بخوام تعریف کنم کم گفتم. از خوراکی و از زینت مجلس. خود دختر آمد دم در پیشواز درویش. وقتی از اون دور دیدن درویش میاد با چهار نفر از مریدای درویش. این درویش و زیر پاش یه خشت تلا میذارند یه خشت نقره. با این جلال درویش وارد خانه شد یه مجموعه جواهر هفت رنگ با چند بدر زر دختر پیشکش آورد گفت اینها را پیشکش قدومت کردم از من قبول کن درویش گفت ای گلنار من مرد خدا مرد دنیا نیستم که چشم مال دنیا داشته باشم من قبول کردم همه را به خودت بخشیدم دختر پیشکشی ها را گذاشت کنار اتاق گفت شام بیاریم. درویش و بردن سر سفره درویش رو کرد به قلاما و گفت بشینید شام بخورید دختر گفت ای قبلگاه بنده بندهای خدا شما میخواهید از این شام نخورید؟ درویش گفت ای گلنار مرد خدا طالب غذای دنیایی نیست برای خاطر تو که دل تنگ نشی دو لغمه میخورم درویش از اون نعمت هایی که در سفره بود دو لغمه خورد دست شست و نشست کنار. دختر هرچه التماس کرد که چرا غذا خورید. گفت این دو لغمه رو هم برای تو خوردم. دختر گفت بسیار خوب. قلاما شامشون رو خوردند و سفره جمع شد. درویش اشاره کرد به قلاما که برخیزید. این هم پا شدند. درویش از دختر خداحافظی کرد. دختر تا دم در عقب درویش پای برهنه آمد بدرقه کرد. بعد دختر آمد به کلفت و قلام های خودش گفت جمع آوری کنید. کلفت ها گفتن که ای خاتون ما خسته شدیم. اینا باشه تا صبح. دختر گفت بسیار خوب باشه. رفت به خوابگاه خودش و گرفت خوابید. یه وقتی صدای تق و توب میاد. دختر دایش صدا کرد. دایه بلند شد. سرش رو بلند کرد. دید اینهایی که سر شب آمده بودند دارند اسباب ها رو جمع میکنند. دختر آمد سرشو بلند کرد. دید بله. اما از ترس هیچ نمیگه. یکی دوتا از نوکرها تا آمدن بگن چیه اونها رو کشتند. ما بقیه دیگه اگه هم بیدار شدند از ترس جان هیچی نگفتند. تمام رو به کلی آنچه بود و نبود در خانه جمع کردند. فقط اتاقی که گلنار خوابیده بود دست نزدند. اگر نه ما بقیه رو تمام جمع کردند. از نقد و جنس و تا فرش همه رو بردند. دختر صاب بلند شد. سراسیمه رفت خدمت شاه. شاه گفت ای فرزند تو رو چه میشه؟ دیشب بگو با مهمانداری چه کردی؟ دختر قصه آمدن دروی شد تا موقع رفتن همه رو بیان کرد. بعد آمد وقت خوابیدن. گفت وقتی که خوابیدیم صدای تق شدیدم دیدم در با همون غلاماشن چهار نفر از نوکرها و کلفتهای من بیدار شدن تا آمدن بگن چیه اونها رو کشتند ما بقیه دیگه از ترس جونشون هیچ نگفتند شاه در غضب شد گفت ای خیر سر تو از خواب پا شدی عوضی دیدی به درویش همچی بختانی میزنی جلات ها سرشو ببری وزیر دست راست به خاک افتاد گفت قبله عالم به سلامت باشه این همچه تقصیری نکرده که سرشو ببرند حالا خیلی به شما دشوار آمده تبعیدش کنید شاه گفت بسیار خوب دختر از این شهر بیرون کردند دختر با دایش آمد بیرون تمام فامیل دختر و شاه غضب کرد از اون شهر رفتند دختر با دایه آمد بیرون شهر دو فرسخ که آمد خسته شدند لب یه جوب آبی گرفت خوابید. در عالم خواب دید یه شخص بزرگواری آمد پهلوش. گفت ای گلنار قصه نخور. در صد سال پیش هفت خوم خسروی طلای سرخ و جواهر هفت رنگ برای تو اندوخته کردند. از خواب برخیز و بکن و درارو برای خودت سلطنت کن. گلنار از خواب بیدار شد. گفت سبحان الله این چه خوابی بود من دیدم دایه را بیدار کرد و گفت دایه جان من یه همچه خوابی دیدم دایه گفت از کار خدا بعید نیست پاشا دو تیکه چوب آورد دو تایی بنا کردند همونجا رو کندند قدری که گود شد دیدند یه در مفرقی پیدا شد در مفرق رو بلند کرد دختر دید یه چاهی است رفت پایین دید پایین این چاه هفت خم خسروی هست هر خمره یه مجمع تلا روشه یه تاووز هم از یاقوت سرخ ساخته روش افتاد زمین و سجده کرد یه مشت از اون پولها ورداشت و آمد بیرون به دایه گفت ای دایه جان این پول بگیر برو شهر قدری نون و آب برای ما بگیر و بیار اجالتا ما از اینجا نمیتونیم تکون بخوریم دایه گفت ای فرزند چطور من تو رو تنها بذارم و برم توی شهر اینها به گفتگو بودند که دختر دید حسن که یکی از غلامانش بود به لباس گدایی داره گریه میکنه و میاد دختر خوشحال شد گفت دای حسن رو صدا کن دای حسن رو صدا کرد حسن آمد جلو چشم حسن که به خاتون خودش افتاد خوشحال شد گلنار گفت حسن گریه نکن ما بنده خداییم خدا نمیخواد که ما در بمونیم پولو داد به حسن گفت برو شه نون و آبی آزوقه بگیر و بیار تا من به تو بگم حسن فوری رفت و خرید و ورداشت و آورد اینها نشستند نهارشونو خوردند بعد یک مشت از اون جواهرها ریخت تو دست حسن گفت ای حسن گفت بله گفت از امروز دایه که مادر منه تو هم برادر من برو شهر چادر و دستگاه و مال سواری بگیر بیار که زندگی کنیم حسن پولها رو جواهرات و برداشت رفت شهر یه چادر و دستگاه تمام خرید اسباب و لزومات خونه از فرش و همه چی خرید یه اسب سواری هم خرید چند مال کرایه کرد این اساسیه رو هم تمام بار کرد اساسیه جلو خودش از عقب تا نزدیک به دختر شد نزدیک دختر که شد خودش جلو افتاد گلنار دید سر و حسن پیدا شد سوار اسب و چند تا مال بار کرده عقبش گفت مرحبا بنازم نوکر با وجودو حسن رسید جلو و پیاده شد گفت خانم اون چه لزومات خواستی همه رو فراهم کردم گلنار گفت خب برادر جون تا این چاروادارا هستند چادر رو بزن زمین چادرها رو به پا کردند به دایه گفت برو فرشش کن همه رو فرش کردند جا بر جا قرار دادند پول چاروادا رو دادن و روونشون کردند دو سه شب به همین نف اینا زیر چادر زندگی کردند دختر شب نشسته به دایه گفت ای دایه من زنم توی بیابون نمیتونم زندگی کنم این مالم نمیتونم از اینجا بیرون بیارم خودمم وارد شهر که نمیتونم بشم چه صلاح میدونی یه دونه از این تاووس بردارم ببرم پیشکشی برای شاه از اون تمنا کنم این مکان زمین به من ببخشه یا ببخشه یا بفروشه من اینجا خودم یه شهری بنا کنم دایی گفت بد نیست فردا گلنار یه دست لباس مردونه پوشید یه تابوس هم در آورد گذاشت توی مجمع گذای سر حسن و رفت توی بارگاه خبر به شاه دادن که یه بچه تاجری پیشکشی آورده برای شاه شاه گفت بفرمایی تو اجازه دادم گلنار وارد بر شاه شد آداب سلطنتی رو درست به جا آورد پیشکشی ها رو به نظر شاه گذاشت شاه دید الحق و انصاف این تاووس در خزانه هیچ شاهی نیست خیلی خوشحال و خوش, حال خوش وقت شد. شاه فرمود که فرزند چه میخوای؟ عرض کرد. قربان هیچی نمیخوام. من پسر یه تاجرم. پدر من مرحوم شده. من عدالت مملکت شما رو شنیدم. آمدم بقیه ای عمرم و اینجا صرف کنم. شاه گفت. بسیار خوب فرزند. در هر نقاط شهر میخوای اجازه دادم برات جا فراهم کنند. گفت. قربان شهر نمیخوام در همونجا که چادر و دستگاه من زده است میفروشند بفروشند اجازه بدهید من همونجا یه شهری بنا کنم شاه گفت بسیار خوب داد وزیر نوشتند از بیرون دروازه تا دو فرسخ هر جا که دلش میخواد شهر بنا کنه کسی مانش نشه دختر هم نوشته رو گرفت و از بارگاه بیرون آمد آمد به چادر خودش گفت حسن گفت بله گفت زود برو شهر معمار و عمله ورداره بیار حسن وارد شهر شد معمار و عمل بنا رو جمع کرد و با خودش برداشت و برد معمار و دختر گفت میخوام ساخت جدید از اینجا تا یه فرسخ بنا کنی طوری که در شهر مثل اون نباشه اون گل جایی که خمه خستوی بود طوری بنا کردند که اتاق خود گلنار باشه. بنده ها ظرف یک ماه امارت رو ساختند. دست خودش دادند تا ما بقیه آبادی رو بسازند. ماهی یک مرتبه گلنار به لباس مردونه پیش شاه می رفت. یک دانه برای شاه می برد. شاه می گفت اینها رو تفرید چرا می کنی؟ عرض کرد قبله ی عالم. پدر من خیلی از اینها برای من گذاشته. روزی که من آمدم اینجا و شهری برای خودم بنا کردم برای این بود که عدل شما رو شنیده بودم. چون من پدرم همین یه پسر رو داشت همه ی انبالش رو برای من گذاشته. شاه می گفت گسته نخور چون پدر نداری من میشم پدر تو. هیچکس نمیتونه به تو زور بگه. فرزند هر وقت دل تنگ شد چیزی خواستی پهلوی من بیا یه روزی پسر میومد خدمت شاه دید شاه داره میاد بیرون پسر به خاک افتاد گفت قبله یالم کجا میری؟ گفت ای فرزند من میرم قبلگاه خودم اگر میل داری تو هم به زیارتش بیا توی دلش گفت زیارت شیطون چه کردنی داره؟ اما گفت میام با شاه خدمت درویش وارد شدند. درویش نگاه کرد به این پسر رو کرد به شاه و گفت این کیست با شما؟ شاه معرفی کرد که بله این برای من چی آورده و چی کار کرده؟ شهری برای خودش ساخته؟ نام شهرشو گفتم بذاره حسین آباد. دختر به پادشاه گفت خواهش کنید از درویش دعوت ما را قبول میکنه یا نه؟ شاه رو کرد به درویش گفت این جوان مثل اولاد من میمونه مهمان این میشی درویش گفت برای خاطر سلطان بله گفت بسیار خوب روز دوشنبه تشریف بیارید آمدند گلنار دو دانه از این جواهر را برد پیش شاه عرض کرد ای پدر بزرگوار دو دانه رو پیشکشی آوردم ارزی دارم گفت بفرمایید گفت برای خاطری که منزل من دوره درویش نمیتونه بیاد اجازه بدین منزل این بازرگانو که چند سال بی صاحب افتاده لطافت بدم اینجا دعوت کنم شاه گفت ای فرزند اول که من این خونه رو به تو بخشیدم اما تو از کجا بلد بودی؟ گفت از نوکرهاشون اومدن پیش من نوکر شدند شاه امر کرد بسیار خوب کلید منزل بازرگان رو بدید به این جوون بره گلنار آمد در وا کرد وارد خونه پدرش شد اتاقها رو نگاه کرد دید بعضی جاهاش خراب شده گریه کرد حسن رو صدا کرد گفت زود عمل بنا رو بریز اینجا تا اینها اینجا رو بسازند شما اساسیه من رو بیارید سر سه روز اینجا دستگاه درست کردند از دستگاه سلطنتی بهتر روز وعده درویش رسید آمدن تهیه دید تمام ظروف از طلا و نقره یه دونه از اون تاووس یاقوت سرخا رو برای درویش اوورد خبر دادن درویش میاد پیشواز رفت تا نصف کوچه رفت زیر پای درویش یه خشت نقره میذارند یکی طلا مورد خونه شد گلنا یه جواهر رو با تاووس اوورد پیشکش درویش گفت من مال دنیا رو نمیخوام. گفت خداوند خواهشمندم قبول کنید. گفت برای تو قبول کردم برگردوندم. گفتن بفرمایید شام. درویش رو کرد به قلامان و گفت شام بخورید. چهارصد نفر شام خوردند. گلنار به خاک افتاد. گفت ای خداوند چرا شام نمیخوری؟ درویش گفت مرد خدا مال دنیا میخواد نه خوراک دنیا. درویش آمد جلو دو لغمه خورد. گفت چرا نمیخوری؟ گفت اینم برای خاطر تو بود. به غلاما گفت بلند شید. بلند شدند و خدا نگهدار کردند و رفتند. گلنار فرستاد عقب داروغه. یه از اون جواهرها داد به داروغه. گفت این تقدیم. صبح غلامانت یکی صد تومان میدم. امشب خونه منو کشیک بکشین. داروغ گفت بسیار خوب. غلاما رو گفت دور خونه رو داشته باشید. گلنار اومد با آدماش گفت این زندگانی رو همینجور بذارید برید بخوابید. وقتی که آمدند کاری نکنید ببرند. گفتند بسیار خوب رفتن خوابیدند. درویش بلند شد. غلاما رو صدا کرد و گفت به خدا من از ذوق این جواهرها با تاووز خوابم نمیبره. چهارصد نفر گفتند ما هم همینجور. حرکت کردند آمدن آوری کردند یاقوت و بشقاب و جواهر خودش برداشت هم از در اومدن بیرون گلنار از جا جست غلاما رو صدا کرد گفت وقت کاره ریختن بیرون فریاد کشیدند غلامان داروغه ریختن دور اینها دورش رو با چهارصد نفر گرفتند کت بسته کردند صبح گلنار به لباس مردونه رفت پیش شاه فریاد کشید به دادم برست گفت چیز فرزندم گفت دارایی و دزدا بردند گفت میخواستی فریاد بکشی پسر گفت همه رو گرفتند شاه رو کرد گفت بگی دزدا رو بیارند گلنار دستور داد هر کوله باری که برداشتند بندازین گردن خودشون تابوس جواهر رو انداختن گردن درویش و اووردن حضور شاه. گفت ای جوان اینها غلامای درویشند انگار درویش هم هست گلنار گفت از دور شناخته نمیشه اجازه بدید از جلو دونه دونه رد کنم اووردن دونه دونه همه رو شناخت دید تاووس گردن درویشه با بشقا به جواهر فوری شاه جلاد و خبر کرد و گفت درویش و با غلاماش گردن بزنید. گلنار کلاه از سرش برداشت. گفت قبله یالم من همون گلنارم که شما من رو از شهر تبعید کردید. حالا این تابوس با این جواهر مال خودت. ام کنید مال پدرم رو به هم بدن. شاه خجالت کشید. گفت منو عفو کن. ام کرد برند خانی درویش مال اینو بدند مال مردم هم بدند همچی که دختر به وسال مالش رسید شما هم به وسال برسید داستان بعدی که براتون میخونم اسمش هست گل و سنبال حاکمی بود که زنش نازا بود روزی از روزها درویشی در خانهش را کوبید و گفت میخواهم حاکم را ببینم مستخدمین حاکم دم در رفتند ده من برنج یک اسب با صد تومان پول به او دادند ولی درویش رد کرد گفت من چیزی نمیخوام گدا هم نیستم فقط میخواهم حاکم را ببینم رفتند و به حاکم گفتند حاکم گفت میخواستید به او اسب و پول و این چیزها بدهید تا برود گفتند دادیم ولی درویش میخواهد شما را ببیند حاکم از همان اول صبح که جلوی آینه رفته بود و دیده بود که روی ریش و سبیلش برف پیری نشسته است برزخ و ناراحت بود به اوقات تلخی گفت باشد به درویش بگویید بیاید تو درویش تو آمد جلوی حاکم نشست و گفت حاکم گرم و سرد روزگار چشیده چرا امروز به غضب نشسته حاکم گفت تو درویشی در زدی هر چه به تو دادند بگیر و برو دیگر با این کارها چه کار داری؟ درویش گفت برای یه چیزی نیامدم آمدم ببینم چرا امروز برزخ هستی؟ حاکم گفت امروز در آینه ریش و سبیلم را دیدم که مثل جو و گندم شده من هنوز یک بچه هم ندارم حالا فهمیدی از چه چیز نراحتم؟ درویش دست به جیبش برد و دستمالش را بیرون آورد از میان دستمال یک سیب به حاکم داد و گفت امشب وقت خوابیدن این سیب را بخور و بخواب بعد صاحب پسری میشوی تا هفت شب اسمی رویش نگذار تا من بیایم دردیش رفت حاکم سیب را خورد و روز روی روز نشست زن نازای حاکم پابزا شد و پسری زایید هفتمین شب تولدش بود که درویش آمد اسمش را گذاشت کنقل بچه کنقل بچه به پنج سالگی که رسید او را به ملای زنانه بردند دختر بچه هایی که شاگرد ملا بودند جوال به تنش میزدند و نق می نوق که چرا کنقل بچه را ملای مردانه نگذاشتند آنقدر را اذیت کردند تا روزی اسب زین کرده برداشت دو دست لباس گرفت و خورجینش را پر از غذا کرد. یک دست مال هم پول برداشت و سوار اسب شد. چیزی هم به هیچ کس حتی پدر و مادرش نگفت. راهی خانی ملا شد. دم در مدر خانه ملا که رسید میزش را به زمین زد. سرش را به نیزه تکیه داد و گفت ملا، ملا جان، کم قلبت چم، زغنده ها را آمدم. از بوی بهار عاشق زار آمدم بچه ها قیل و قال کردند مولا نفهمید که چه میگوید باز دوباره و سه باره همانطور که سرش را به نیزه تکیه داده بود گفت مولا ملا جان کن قلب بچم ز قنده ها آمدم از بوی بهار عاشق زار آمدم مولا متوجه شد به دختر بچه ها گفت بی صدا بی صدا بچه ها ساکت شدند ملا پا به رهن دوید کم قلبت چرا سوار بر اسبی کن قلبت چه دست مال پولش را به مولا داد و گفت مولا جان این را از من قبول کن من میخواهم بروم مولا پرسید کجا می روی؟ جواب داد هر جا راه هم به آنجا خورد مولا پرسید پدر و مادرت با خبرند جواب داد نه از ملایش خداحافظی کرد و به راه افتاد رفت و رفت تا به صحرایی رسید از آنجا گذر به گذر نیزهش را بلند میکرد سرش را به نیزه تکیه داده و میخواند کم قلبت شم ز ها را آمدم از بوی بهار عاشق زار آمدم این چالین گذر به گذر میخواند و میرفت تا به شهری رسید که دختر حاکم آنجا او را در حال خواندن دید کن بچم ز قنده ها را آمدم از بوی بهار عاشق زار آمدم رو به کن بچه کرد و گفت از اینجا برو برادرهایم میآیند تو را میکشند کن بچه شنید گفت کجا بروم دختر حاکم فورا چهل گیسش را مثل کمند انداخت. کن قلبچه را از پای دیوار قصر بالا کشید. اسبش را هم داد به طویله بردند. مدت درازی که بچه نزد دختر بود. روزی به دختر حاکم گفت ای دختر تنم چرک شده باید به حمام بروم. دختر حاکم مردی را معمور کرد تا او را به حمام ببرد چون می ترسید کشته شود. کنقل بچه چهل بند و قبا به حمام رفت. در حمام بود که برادرهای دختر حاکم آمدند. به در حمام لگت زدند و تو رفتند. دیدن پسری نشسته و دارد شهل بند و قبایش را باز می برادر بزرگتر کاردش را در آورد ولی گفت نه این پسر بیگناه است من او را نمیکشم. کشم. کاردش را قلاف کرد. برادر وسطی هم دلش سوخت. اما برادر کوچکتر او را با کارد زد. به جان کندنش انداخته بود. که کنقل بچه به مردی که همراهش آمده بود گفت رو به دختر حاکم بگو من یکی یک دانه بودم مراد داشتم یکی از برادرهایت مرا کشت حالا یک تابوت از چوب شمشاد برایم درست کنید دورش را کارد بندی و آینه بندی کنید بعد از شست شوب میان شهر ببریدم دور بدهید برای اینکه من یکی یک دانه بودم پدر و مادرم آرزوی مراد داشتند کن قلبچه جان داد و مرد دختر حاکم وقتی شنید زار زد پیش پدرش رفت و گفت پسری بود من چند وقت در امارتم نگهش داشتم در حمام بود که یکی از برادرهایم او را کشت حالا وصیتی کرده کمک کن بان با عمل کنم پدرش قبول کرد دستور تهیه تابوت از چوب شمشاد را داد آنطور که کنقل بچه گفته بود آینه بندی و کارد بندیش کردند همه چیز حاضر بود. دختر حاکم رو به مردانی که تابوت را میخواستند بگردانند کرد و گفت وقتی تابوت را گردش دادید بیاورید اینجا. دو سه بار هم دور امارت هم بگردانید. آن وقت ببرید و دفنش کنید. تابوت را میان شهر بردند و گرداندند. بعد یکی دو بار امارت دختر حاکم را دور زدند. سر بار سوم که دختر خودش را از پنجره روی تابوت انداخت تابوت از دوش کسانی که می بردندش پایین افتاد تمام کارت ها توی شکم دختر فرو رفت او هم مرد باز با چوب شمشاد دو تا تابوت ساختند کن قلبچه و دختر حاکم را درون تابوت ها گذاشتند به قبرستان بردند و با هزار شیون و زار آنها را دفن کردند. حاکم گفت میان قبرشان دیوار بکشید. پسر یک طرف دیوار و دختر طرف دیگر. فردا نبش قبر میکنیم تا ببینیم اینها چه جور دوستی بودند. میان قبرشان دیوار کشیدند و رفتند. فردایش بود که حاکم با اطرافیانش بازگشت. دید از قبرشان گل و سنبالی روی است. نبش قبر کردند. دیدن دست دختر زیر سر پسر و دست پسر زیر سر دختر بود و انگار به خواب خوش فرو رفته بودند حاکم که چنین دید گفت به نازم به این دوستی و وفاداری بعد خشم گرفت پسر کوچکش را که کنقل بچه را کشته بود به تیغ جلاد سپرد سر از تنش جدا کرد دستور داد مولایی سر قبرشان چادر بزند و مراقب گل و سنبله در آمده از قبر دخترش و کنقل بچه باشد. ملا چنین کرد. هر روز یک دست تیغ و خار را که از قبر دیگر دور و بر گل و سنبل می روید و با آن می پیچید می کند و دور می ریخت. این بود تا اینکه شبی حاکم به دیدن گل و سر قبر آمد. متوجه شد که دور ساقهشان سیاه و رویده است. سخت ناراحت شد به ملا خشم گرفت و توپید میدانی برای چنجه گذاشتمت برای اینکه مواظب گل و سنبل باشی نگذاری خار یا سیات هلو خفشان کند ملا حراسان جواب داد شب و روز این سیات حلو را میکنم باز در میآید و به تن گل و سنبل میچسبد این را گفت بعد خم شد و سیات حلو را درآورد حاکم رفت باز فردا آمد با سیاتلو را بلندتر و محکمتر دید که به دور گل و سنبول پیچیده است. حاکم فهمید که سیاتلو از قبر پسر کوچکش که کنقل بچه را کشته بود در می آید. دست او داد نبش قبر کنند. استخانهایش را آتش بزنند و خاکسترش را هوا دهند. چون این کردند. از آن پس دیگر گل و سنبل از اذیت خار و سی و, تل و آزاد شدند و به یادگار ماندند آنها آنجا بودند و ما آمدیم عزیزان لذت داستان امیدوارم که از شنیدن این داستان های زیبا لذت برده باشید